سلام به برابکس نابی پمزی توب، خیلی خوش اومدید به یه ریاکشن ویدیوی دیگه با ستونه پمز. امیدوارم که زیبا و جذاب و تراوت باشید. قراره که ریاکشن بریم به یه ترک خیلی خیلی قدیمی که احتمالا از روی تایتل و تامنیل فهمیدید، ترک ساز از آلبوم اشتباه خوبه بهرام نورایی. من این آلبومو کلن نشیدم، کلن خیلی بهرام باز نیستم، ولی ارادت خیلی خیلی زیاد و خاصی بهش دارم و خیلی قلبن دوستش دارم. این ترکو یکی از افراد خیلی 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 مهم و عزیز زندگیم از من خواسته که ریاکشنش رو برم، پس این ویدیو رو تقدیم میکنم به اون شخص و نمیگم هم کیه، فضولیش به شما نیومده، به خودم مربوطه، شخصیه دیگه، نمیتونم بگم. آره بریم ببینیم که چجوری از ساز. Let's go. خیلی حس عجیبیه که قراره ترکی که یه شخص مهم از من خواسته که ریاکشنشو برم دارم رکورد میکنم، اولین بار دارم این کارو میکنم. این سوال نشده بود که شخصی واسم اونقدر عزیز باشه که مثلا یه ترکی رو به من بگه ریاکشنشو برو و من صرفا و فقط به خاطر اینکه اونم من خواسته این کارو بکنم. یعنی خیلی باید طرف واسم عزیز باشه. آره بریم ببینیم که چجوریه. ساز 4 دقیقه و 3 ثانیه است. 8 سال پیش و لیریکس و وکالش که بهرامه، موزیک پرودیوسرش بهرام و مهدیار آقاجانیه، میکس و مسترش مهدیار آقاجانی و گرافیک دیزاینرش هم ستاره ملکزاده. کاورش خیلی عجیبه. چیه این؟ اصلا نمیفهمم این چیه. جدی میگم نمیدونم چیه. خیلی چیز عجیب غریبیه. ولی احساس میکنم یه چیزایی نوشته شده توی اینا. کی؟ شبیه سلولای عصبیه به نظرم. خیلی بریم برش. چقدر این ویدیو آشناست، فکر کنم سمپل شده است. انگاری که شنیدم اینو قبلا، یعنی این ترکو نه ها، این بیتر و این ملودیه رو انگاری که من شنیدم قبلا. خیلی وایب ترک نوستالژی به هم میده، از این موزیکایی که روی این فیلم سیاه‌سفید قدیمی ایرانی ها هست، انگاری که رو اونا بوده و نمیدونم چرا همچین وایبی بهم داد. فکر کنم سمبل شده باشه. من لیریکس هم اینجا آوردم، شب به دردم بسید. خیلی قشنگه هرچیه. تو دریایی و من قطره، تو یه کوهی و من صخره، اصلا تو خوبی من بد، من اونم که دنیا رو نمیفهمه. تو این دنیایی که یکی پادشاه و اون یکی برده، من واسه یه دلم زنده، اونم خوشحال از کاری که کرده. این درستش اینه ها، عجب لیریکسی داره برگام. اوکی خب میگه چی؟ میگه تو دریایی و من قطره، یه جز از یه کل، یعنی کوچکترین عضو یه دریا، یه قطره است دیگه، یعنی خیلی کوچولو، خیلی. تو یه کوهی و من صخره. کوه خب خیلی بزرگه دیگه، صخره هم مثل به اندازش داره، ولی خب صخره فکر میکنم هیچ وقت بتونه به بزرگی یه کوه باشه. اصلا تو خوبی من بعد، من اونم که دنیا رو نمیفهمه.
این داره قبول میکنه کوچیک بودن و میگه من کوچیکم، من بیارزشم، من در برابر تمام این چیزهایی که هست و هست من مثلا بدم. خب مثلا نمیفهمم دنیا رو. حالا تو دنیایی که یکی پادشاه و یکی برده، من واسه دلم زندم. یعنی دوتا انسان که از لحاظ فیزیکی کاملا شبیه همن دیگه. خب یعنی اونی که شاه میشه که دوتا دست پای اضافه که نداره، که کاملا برابره، ولی اون شاه شده این برده، میگه با این اوصاف من برای دلم زندگی میکنم و خوشحالم. فکر کنید آدم خیلی باید خفن باشه که اینجوری باشه طرز فکرش. اوکی بریم. دنیا رو نمیفهمه تو این دنیایی که یکی پادشاهه و اون یکی برده، من واسه یه دلم زنده، اونم خوشحال از کاری که کرده. منم و یه آسمون صاف شده سخت واسه خونه ها، منم و یه قلم و ورق و دستای پشت پرده. وای پسر، این یه تیکه اینجاشو من شنیدم توی اینستاگرام، خیلی شنیدم و همیشه اینجوری بودم که عجب چیزیه، برم این ترکه رو گوش بدم، ولی هیچ وقت فرصت، همیشه یا یادم رفته یا وقت نکردم برم گوش بدم. باورم نمیشه که الان دارم گوشش میدم. ببینید کار خدا رو ببینا، چجوری شد که این ترک و من اینجا در این لحظه در این موقعیت با هم گوشش بدیم. فکر کنم من هزار بار اینو تو اینستاگرام شنیدم این تیکشو، و همیشه هم اینجوری بودم که این خیلی خوبه، من باید این ترک رو دانلود کنم گوش کنم یا مثلا برم گوشش بدم، ولی هیچ وقت نرفتم گوش بدم. عجیب بود. حال از کاری که کرده، منم و یه آسمون صاف شده سخت واسه خونه ها، منم و یه قلم و ورق و دستای پشت پرده، منم اون پسرک خام، پسر ناخلف بابام جان. امروز جمعه است، سه‌شنبه. وای نمیدونید چقدر خوشحالم که دارم این ترکو گوش میدم. هیجان زده شدم. اوکی آروم باش. نفس عمیق. بی نظیره این فلوه بهرام، بی نظیره، خیلی دوست دارم. پشت پرده، منم اون پسرک خام، پسر ناخلف بابام، واسم من مهم نیست امروز جمعه است یا سه‌شنبه. گوره بابای غم، من میرسم به چیزی که لایقم، شاید توی زندگیم هم له شدم ولی تموم میشه با خنده. صدای من، این صدامه که میمونه جای من که رفتنیم و بعد رفتنم معلوم میشه کی حقه. وای خدای من، خدای من، داره با روح و روانم بازی میشه. آهنگسازی کارو دارید؟ من دیگه حرفی ندارم. با خنده منم و صدای من، این صدامه که میمونه جای من که رفتنیم و بعد رفتنیم. یه لحظه، یه ذره از عقب تر، از اونجایی که میگه گوره بابای غم. از کسه شنبه، گوره بابای غم، من میرسم به چیزی که لایقم، شاید توی زندگیم هم له شدم ولی تموم میشه با خنده. منم و صدای من، این صدامه که میمونه جای من که رفتنیم و بعد رفتنم معلوم میشه کی حقه. قدر من احتیاج داشتم به شنیدن این حرفا. بعضی وقتا بعضی از اتفاقها توی زندگی تو درست ترین زمانش میفته. میدونید چی میگم؟ یعنی مثلا من این ترکو خیلی دوست داشتم بشنوم و گوش نداده بودم، و امروز و الانی که دارم این کار رو میشنوم و مثلا ریختم، من دارم میریزم همینجوری. واقعا نیاز داشتم من به چینه این حرفا. اوکی منم و زمین صاف، را میرم و میچرخ آروم زیر پا، زندگی سخته ولی ببین که خوشحالم من، با این روخ بینقاب، با این زبون سرخ و سر سبز، میگم باز که یه یاقیم ولی ببین که خوشحالم من. فکرش یاده اون زبان مسئله افتادم، میگه که زبان سرخ سر سبز دهد بر باد، دقیقا همونم از منظورش.
عرض میگم باز که یه یاقیم، ولی ببین که خوشحالم من. فکرشم نمی کردم که یه روزی روزگاری بعدن زول بزنم. شما فلو رو ببین آخه، مگه داری؟ من اینکه اصلا بهرام گوش نمیدم، خیلی برای من الان دارم ها عشق میکنم با این درم. فکرشم نمی کردم که یه روزی روزگاری بعدن زول بزنم تو چش مشکلاتم و بهشون بگم که خوشبختم. آخ که تو یه احمق، خوشحالی از روزای سختم. وقتی خوشیمو میبینی گر میگیری و من تو قدم بعدم. منم و این تن بیگناه، مینویسم زیر نور ماه. پشیمونم نشدم هیچ وقت از کارایی که کردم. اوهوهو جان یه بار دیگه، گیری و من تو قدم بعدم. منم و این تن بیگناه، مینویسم زیر نور ماه. پشیمونم نشدم هیچ وقت از کارایی که کردم. برو بابا، من دیگه اصلا با مگه میشه ببینید دقیقا همین امروز من داشتم با همین شخصی که به من گفته این موزیک و ریاکشن برو دارم صحبت میکردم و داشتم بهش میگفتم که چقدر پشیمونم از کارهایی که توی زندگیم کردم و اون داشت به من میگفت که نه پشیمون نباش هیچ وقت از کارهایی که توی زندگی کردی، سعی کن ازشون درس بگیری. و الان ببین داره چی میگه آقای بهرام نورایی. زیر نور ماه، پشیمونم نشدم هیچ وقت از کارهایی که کردم. تموم شد و رفت دیگه، اصلا همه چی به من ثابت شد، تموم شد اینجا. زیر نور ماه، پشیمونم نشدم هیچ وقت از کارهایی که کردم. جان منم و این کله خراب، منم و این لیوان شراب. وای. منم و این حرفایی که بیرون میزنه عقلبم. فقط با یه لبخند میشه خیلی مشکلات رو حل کرد. اگه آدم هایی بزنیم که نمک بپاشن روی زخمم، بگو کدوم بره در خونه است، فرقش چیه نمیدونم. وقتی قصه به ته برسه منم اون کلاغ بیخونم. منم و زمین صاف، را میرم و میچرخ آروم زیر پام. زندگی سخته ولی ببین که خوشحالم من. با این روخ بینقا، با این زبون سرخ و سر سرف میگم باز که یاقی هم، ولی ببین که خوشحالم من. همه با هم غریبن، فقط چشا رو بستن و چریدن. آدم ها از کنار هم رد شدن، ولی حتی هم دیگر رو ندیدن. به هم میگن عزیزم، ولی شاید فقط از رو غریزه است. اونا فقط میخوان رو هم بخوابن. راست میگه عزیزم، واقعا از رو غریزه است. هم میگن عزیزم، ولی شاید فقط از رو غریزه است. اونا فقط میخوان رو هم بخوابن تا اینکه بفهمن ماده و نری هست. منم بین دروغ و کلک، منم مثل چرخ و فلک. مثل رفیقای شبیه آدمم دور خودم چرخیدم. منم تو این دوم پر رنگ، منم تو این سرخ مثل جنگ. تو این زندگی مثل مرگ، به دنبال حقیقت. وحوه. بعد از این شهر پر دود، بعد از این گنبد کبود، شاید یه جفت بال به هم بدن و یه جای واسه پریدن. داداشا و خواهرای من، یعنی همین آدمای بد، زندگیمو کشتن. ولی من، منم و زمین صاف، را میرم و رایمش رو هر چقدر دارم فکر میکنم هیچی به ذهنم نمیرسه. شاید یه جفت بال به هم بدن و جایی واسه پریدن. داداشا و خواهرای من، یعنی همین آدمای بد، زندگیمو کشتن. ولی من، رایمش واقعا تو ذهنم نمیاد. ولی من، منم و زمین صاف، را میرم و میچرخ آروم زیر پا. زندگی سخته ولی ببین که خوشحالم من. با این روخ بینقا، با این زبون سرخ و سر سرف میگم باز که یه یاقیم، ولی ببین که خوشحالم من. شست بار لایکش کنم. با این روخ بینقا، با این زبون سرخ و سر سرز میگم باز که یه یاقیم، ولی ببین که خوشحالم. و تمام. یا
یعنی بعضی از ترک ها یه جوری نفس منو میگیره که وقتی دارم گوششون میدم جوری نفسم تو سینه حبس میشه. واقعا بی نظیر بود، خیلی خیلی خفن بود. همینه که نسل یک انقدر خفن و انقدر موندگاره. فکر کن آقایی که بهرام نورایی باشی الان خیلی خوب کم رنگه دیگه، بروز حالا آلبومی که پارسال داد، پارسال بود دیگه، پارسال بود، خیلی وقت کار نمی کنه، ولی هنوز بهرام واسه خیلی ها جزو تاپ فایوشونه، یعنی جزو آرتیست های تاپ فایوشونه و نسل یک همینه که اصلا فراموش نمیشه، فید نمیشه. ببین 8 سال پیش چی ساخته که من امروز الان دارم گوش میدم و عشق میکنم، لذت میبرم. اثر فاخر به این میگن دیگه. همینه که نسل یک و خیلی همه دوست دارن. این کم پیش میاد کسی نسل یک دوست نداشته باشه گوش نده. بس که خوبم، خیلی حالم خوبه، خیلی خوشحالم که این ترک رو شنیدم واقعا. و خیلی ممنونم از اون شخصی که از من خواست که این ترک رو ریاکشن برم بهش. خوشحالم که این ریاکشن ویدیو قرار توی یوتیوبمون باشه، تو چنل باشه. و چقدر اصلا شاخ در آوردم از اینکه انقدر همه چی دست به دست هم داد که ترکی که من دوست دارم گوش بدم و هیچ وقت گوشش ندارم گوش بدم، ریاکشن ویدیوشو داشته باشیم. و الان که نیاز داشتم و شنیدن این حرفا شنیدم، اصلا خیلی عجیب بود، خیلی واقعا ترک عجیبی بود. اوکی، دم بهرام گرم، دم شما گرم و دم اون عزیزی که از من خواستین ترک ریاکشن برم هم گرم. مرسی که تا اینجا ویدیو من همراه بودین، خیلی دوستتون دارم، خیلی باحالین. تا ویدیوی دیگه، خدا پس.